صفات ملکی در آلمانی. خب صفات ملکی یعنی چی؟ ببینید من میخوام بگم کتاب من، یعنی کتابی که مال منه، کتاب تو، کتابی که مال توه، کتاب او، یعنی کتابی که مال اوه. اینو چطور باید بگیم در زبان آلمانی؟ خب دقت کنید دوستان، ما اینجا صفات ملکی رو باید یاد بگیریم، شامل ماین یعنی مال من، ماین، داین مال تو، زین مال او که مذکر یا خونسا هست، زین مال او هست چه برای مذکر و چه برای خونسا، ایر یا ایا مال اوی که مؤنث هست. همینجا یه نکته رو بگم دوستان، دقت کنید تمام زی ها، سه تا زی ما توی آلمانی داریم، زی اوی که مؤنثه، آنها و شما مؤدبانه، هر سه زی صفت ملکیشون ایر هست. زیها صفات ملکیشون ایر هست. یعنی من اگه مثلا بگم ایر بوخ میتونه به معنی کتاب او، اویی که مؤنث هست باشه، یا کتاب شما مؤدبانه، یا کتاب آنها میتونه باشه. بنابراین سه تا زی داریم، هر سه تا زی صفت ملکیشون ایر هست که ستاره دار هم شده خدمت شما عزیزان و دیگه نیاز به توضیح نیست. مال ما اونزا، اونزا مال ما، و مال شما اویا، اویا مال شما. خب اما چطور استفاده کنیم؟ مثال آوردیم، مثلا میخوام بگیم پدر من، ماین فاتر. اما وقتی میخوام بگیم مادر من، چون مادر مؤنث هست، باید بگیم ماینه. برای مؤنث و جمع باید ا اضافه کنیم به پایان این صفات ملکی. ماینه موتا یعنی مادر من. به همین صورت ماین اوتو ماشین من، اما وقتی میخوام بگیم ماشین های من، چون جمعه، باید بگیم ماینه اوتوس. ماینه اوتوس ماشین های من. به همین صورت رو فرق نمی کنه دیگه. مثلا میخوام بگیم که در اسم تو